بنامو یاد خداوند مهربان تا تو عبادتتان به درگاه حق قبول و مقبول باشد های تلویزیون آریانا باز هم نوبت رسید به یک از برنامه دیگر بندار و در این برنامه مثل همیش باز هم من نور ارفان مهمان خانه های تان هستم در برنامه این هفته یک مهمان گران قدر داریم البته یک مهمان متفاوت کسی که سالها در خدمت مردم بوده هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ بخش صحت ما مهمان برنامه این هفته ما محترم برید جنرال پروفسور دکتر عبدالولی احمد زی معاون صحی اردوی افغانستان است با شهرش آشنا هستین حتما و خدماتشان واقعا قابل قدر است پس ما زیاد پرحرفی نمی کنم جناب جنرال صاحب خوش آمدید میگم جنرال صاحب سلام خوش آمدید به برنامه ما ممنون که دعوت علي... ما رو پذیرفتید علیک السلام اول خوب بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم حضور شما و بیننده های محترم تلویزیون آریانا و همچنان برای تمام هموطنان گرامی خود که در داخل و خارج از کشور مقیم هستند تقدیم می سلامت باشین بسیار تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین جنرال صاحب گرچی مطمئن هستم که بشتریا با شخصیت تناشنایی درن ولې په خاطر زیکه بشتر مردم افغانستان په فرمان جنرال صاحب در کجا په دنیا ومدان دوران طفولیت شون په در کجا گذشته موږ هم از زبون خود ته نشویم کې جنرال صاحب در کوم ولایت زیوه افغانستان چشمه به جهان کوشوده تشکر جناب عرفان صاحب ما در یک خونوادی روشن فکر در ولایت کابل بسیار چشمه بندیو گزشتیم و با تمام مرده های و گذاشته های ما خداوند مغفرت کنه افسر علی رتبه زمان علا حضرت زایر و داگت خان بود که فوت بوده و مادرم شکر حیات داره خدر. و با مادرم افتخار میکنم که پنج اولاد به سوی ماستر ما و موفق ماستر به جامعه و به خدمت مردم جنرال صاحب شما از پدر گرامی تان خدا بیامرز یادآوری کردین که اونا هم افسر نظامی بودن پس شما قدم به قدم های پدر گذاشتین و شما هم نظامی شدین بله ما چون از امو آوان توفولیت بسیار علاقه بودم که مسلک پدر انتخاب کنم بسیار خوب کاری شد که هم مسلک پدر شد و هم در پولیش, در پولیش بخش توابت شد بسیار خوب. یعنی ما تونستم که از زمین هر دو وظیفه یک خدمت برای مردم افغانستان کرده بتونم بسیار خوشحال هستیم افتخار ما است جنرال صاحب بیم از تعلیمات ابتدایی بگوییم از کجا شروع کردین و تحصیلات عالی در کجا بود مطمئنا چون شما در صحبت یادوری کردین که تبابت هم خواندین در کدام پانتون تعلیمات ابتدایی ما در لیسه عالی استقلال بوده او په بدن الیسي هربیره خوندیم او ازوجه بعد سپری نه مودنه امتحان کنکور به انسټیټی دولتي طب کابل د شتي مالجوي مودته 7 ساله د اوجه فکولټی طب د ولایت کابل خوندیم او بدن 4 سال دوري تخصصا به مفاقه سپری کړیم او بعداست دوري تخصص رودبی المیما درشته جراحي اورټوپيدي پاساوی ا څو جته پروفیسر اوصل کړی بسر خب جنرال معمولا تب دو پښته یeki تب ملکی اس یeki نظامی اس شما اطمن از بخش نظامی شफारخ شدی بلیا ما در اولم نظامی بودیم او از زمانی که ما فارغ شوم در او شو د وو زمان بنام 420 یعنی شفخونه نظامی مرکزی موستان کی فعلا بنام شفخونه شهید سردار محمد داود خان مسماس ما از زمان تا به حال دمیجه ایفای وظیفه میکنم بسیار خوب از تعلیمات ابتدایی و تحصیلات گفتین من یک سوال دیگه در ذهن میجاد شد که آیا استاد یا معلم تان یاد تا از اسمشان چی بوده چی خاطره از اونا دارین سوال بسیار خوبه کردین واقعا که ما از تمام استادای خود شکرگزار هستم و به می درجه یا به که ما رسیدیم از برکت زحمات و دلسوزی و میروانی همو استادهای ما بوده اولین استاد ما محترم فهیمه جان نام داشت که یک استاد بسیار دلسوز مهربان و بسیار با حوصله دوره مکتب دوره مکتب بسیار یعنی شما میدانید که دوره که نوش یک طفل در مکتب شامل میشه همو اصول سینفیستا که یک بخش بسیار مشکل و پر جنجال است برای معلمین هر کس خوبی پیش برده نمیتونه تا که نام اوصاف نداشته باشه دیگه به با خاطر ما بسیار خاطری نیک ازش دارم و فکر کنید که یک طفل زمانی که به یک مکتب شامل میشه گنگس نابیناس ناشنواس و شالاس. یعنی شما بینید که نو بنا ر بنا میسازای ګو استاد دقیقاً یک شل سره حرکت میره یک ګونګه سره گفتار میره و یک کس کی نوشنوس ورمیش نهونه دغه به خاطر ما هر کس کی هستی از برکت تربیه عالی او زحمتکشی اونم استادای خود هستیم کی ما همیش از پښون سپوز گزارسی خدا مه ورک نه کنه او فعلاً مو ته جایه کی معلومات او حیات دران خدا و ما دعا میکنم که عمر طولانی و سعادت همیشگی خداوند نصیبشان کنند الهی امین دقیقا این برکت تمام استاد است که امروز در هر جایگاهی که ما هستیم واقعا مقامشان بسیار بلند است و قابل قدر است یک چیز دیگه بپرسم جنرال صاحب دوران مکتب شوخ بودین ناجس بودین والا داخل یک شوخی هم بود داخل یک چوکار دقیقاً دیگه در اوقات درس درس میخواندیم در اوقات تفری تفریح میکردیم امه. ولی شوخی شوخ خارج چوکات نبودیم که خدا راسته از دست ما هم سایه ها بازاب باشه یا ایست که هم سن ساله ما بازاب باشه یا هم سن مو ما بازاب باشه ما بسیار دوران توفلیت خوب و یعنی آرام داخل چوکات گذاشتن بسیار خوب بسیار خوب از عملیت هایی که انجام دادین در رشدیتان در بخش تبابت از اینا بپرسم چه خاطرات دارین جناب جنرال صاحب این خاطرات تلخ از یا شیرین است فکر کنم که سوال شما دو جوانب داشت هم خاطرات تلخ هم خاطرات شیرین بل. اول میم سر خاطرات شیرینش باید بگیم که ما در طول مدت کاری خود خاطرات بسیار زیاد خوش و بسیار خاطرات خوبی دارم. و خصوص از, از مریضایم که زمانی که ما اونارا و با یک مایست مراجعه کردند یا با یک مایوبیت مراجعه کردند یا با کمک ما ضرورت داشتند ما اونا را کملیات کردیم یا تداوی کردیم دوباره که پسین اوبدان بسیار خوش بودند راضی بودند و دعا کردند و ای جای افتخار است ای جای افتخار و جای خوشی است به خصوص در جمله بیماریزای که امروز خدمت شما و بیننده محترم تصاویر شو داریم در دا برنامه یک سو مریضم بود که زمانی که ما به عملیت خانه داخل شدم و زمانی که چشمش به ما افتاد این گریه را شروع کرد ما راستی به تشویش شدم و گفتم البته خیلی از عملیات ترسیده چی رقم دیگه دکتر سایبای ما موجود بودن اون هم فعلا شاهد هستن شاهد می صحبت ما خب ما رفتم برای دختره گفتم که چرا ترسیدی از چی گفت نه دکتر گفت ما ای ګریما ګری از نهایت خوشحالی و خوشیسته که ما ټول عملیاتای قبلی تر ما نتایج چیده بدم او امروز روزی رسیده که ما از ای مایوبیت از ای مایوسیتی که ما دارم در زندگی مرهایی میافم نجات پیدا یم شفا میافم دګه زیات سره کوشش کونی ما کوتم به پر کوشش میکره دګه ای اکاتریو سوسوشه ماسکه ای مریض بنام سارا جان بود از ولایت ننګرهار بود بشار و فضل خدا ار دو پوهیش ته مشکل داشت کې ما عملیات کردیم و وبا کومک خداوند و توانایي کې خداوند داسې خدا ما ددغه خدا را شو ما پوهنسیم کې ای طفله از مایوبیت نجات پاتیم و په ژوندینه نرمال خود ادامه بده جنرال سپتا کو تاسو ورو مده میشن و هم کارو تاسو ورو شان میتون ما ریسهबत میکونیم می خوایم پوپرسم کې اولی عملیات څو وخت وود و چی دلوری داشتین؟ زیاد خوش بودین؟ تشویش داشتین؟ چی داشتین؟ ما بسیار می میخوایم جناب خانسه پیش از که سرمی سوالتان بیم یک بخش سوال پیشترتان ماند خاطرات خاطرات تل بفرمایید اجازه است که بگیم بفرمایید چون چون تبابت خودش یک و یک واقعات مختلفه آرام کرده شروع میشه در زمان جنگ های داخلی کابل احب. ما در شبخانه بودیم در شبخانه شهید سردار محمد داود خان که یک پسر با پدرش مجروح زخمی شده بودن که در یک نقطه از کابل که اینا عقب یک کیلو بوره یا یک کیلو چای رفته بودن و اینا در سر بایسکل بودن که در جریان مسیر را که دوباره اینا به طرف خانه خود بیان درگیری بین دو گروه متخاصم صورت میگیره و این تفلک در مقابل پدر خود در بایسکل نشسته می باشه که طرف خانه بین مرمی دشکه در رقب کمر پدر از یه اصابت میکنه و مرمی از سینه تفلش یا سینه پسرش بیرون میشه خود چون دو زمان دو ساحه موتر نمی باشه امکانات بح. نمی باشه دو وقت نامنی به حد زیاد بود دو زمان خدا می دانه که در سر کراچی یا سر کدام چیز دیگه یا مردم در دستای خود تا ساحه می رسانند. و در مسیر را ایتفلک در پشوری چمای پدر خود جان به حق مسپاره و شهید میشه و خود پدر زیرا که زمانی که برای ما آوردن و که بسیار متاثر کننده بود برای ما تماما دوران خون از این مریض از این پدرش تخلیه شده بود چون بسیار شدید خونریزی داشت خون و بسیار امی پاتولوژی یا ترامایی که برداشته بود بسیار شدید بود و ای با مجازات که به شفخانه رسید دمو لحظاتی که تازه ای از موتر پایان کردن اون وقت موتر ای نبود که امبولانس ها بوده باشه یک موتر شهری را به شفخانه ما رساندن مردم محل یا کسایی که در شهر قرار داشتن و پدرش هم دمو پیش شمای ما جان حق سپرد و شهید شد این خاطرات بسیار تلخ راسی ما بود که راستی ما هیچ نه کمک بریزی کرده اما تلاش کردیم تلاش کردیم ولې بدبختی وطن ما ر نشانه مته کې ما او شما اون ټیک شرایط ډیر خراب او دشوار هم گذشتوندیم چې مردم ما بسیار رنج او عذاب عظیمه گذشتوندن وه همچره از جمله خاطراتم خراب مې است چې اکثرا کله ناراحت میشم چې مریضایي کې ناوخت مراجعه میکنند او تغیرات غیر قابل رجعت یعنی غیر قابل ارجا به وجود میا ودو وخت تاس که ډاکټر د دا سچ بسته ميوشي هیڅ نه کومک بر مرېز کاړ نه ميتا يعني همو زمونش که باید تداوي شوه سر وخت شو نه سر وخت نه رېسه بلې اوه یعنی ودوم در قسمت سوال پښتر شوم جنرال صاحب بلدن... اگر همي سواله جواب شوه بعد از وقفه فکر کړيم چوراست چره نه يازار تشکر بیننده عزيز يک وقفه کوټه دريم دوپاره بر ميګرديم با جنرال صاحب صحبتای شیرينه دريم ګرانه تلوزمن قدرمنو لیدونکو د بندر خپرونه دوام ته خورا غلاست او مسره ميلما قدرمن ابري جنرال ډاکټر پروفیسور ډاکټر عبدوالي حمزاي د افغانستان د ملي اردو د سي پرخه مرسيال رسره دي مخکې دې چې خبرو ته دوام ورکول جنرال سي سره غواړم اوس ووایم تاسو خوشخبری درک مغه دا چې د اي پي ال د توذرو د ریسټم کال پړاو لوبو ژوندۍ بهر تاسو کولای شئ چې د آرینټ ټلویزیون او د آرینټ نیوز ټلویزیون له ویب سایټ څخه ژوندۍ بناوه وینئ او ډیر ژر به دغه لوب او پات لوبي هم د آرینټ نیوزن پر سکرین هم وینئ جنرال صاحب پښښ وقفه ما شما پر سیدوم کې در رابطا به ولین عملیاتو ته چی وضعیت راشتین او دلحره راشتین ترس بود کما میتونم نه میتونم بلېس یه خوب بانم دارد که هیچ دکتر یا در ارسی که باشه خودش به با تنهایی هیچ کار کرده نمیتونه ما استادای بسیار خوبی داشتیم که دست ما را گرفتن و ما را امورا و روش را که داشتن برای ما به میراث ماندن انتقال دادن و واقعا ما در زمانی که محصل بودم یک خاطری خدا برتان میگم که ما در بیشافخانی جمهوریت می رفتیم به خاطر استاش در اوجه امی باز تقریبا در گروپ ما دخترها و بچه ها بودیم تر حدود یک پانزه نفر یا شانزه نفر و وقتی که بر استاش می رفتیم امی تن آی سیور به نشان می داد که مثلا عملیات شده با. در موجه هم یعنی کسایی که یعنی مثلاً عادت نداشته باشه به با بوی شفخانه یا به مریضات بلدیت نداشته باشه مشکل است دمو وقتی که مریضا را ویزت میکردن و زخمیا ها زخم که مثلا عملیات شده بوده برای ما نشان میدادن اکثریت تمسین فیم را زوف میکرد و تنها یکانه کسی که امرای استاد تا آخر مریضا را میدید ما بودم باز من استوار بوده استاد, استاد میگفت که آفرین تو یک جرام میشی در چرا قلب خیلی داری <applause> <applause> و همون د در شفخانه بستر هم استادای بسیار میربان و بیزار استادای خوبی داشتیم که برای ما تجارب خود را اونا با بسیار سختی و بسیار مشکل و به قیمت حیات و عمر خود به دست آورده بودن ولی برای ما هم رایگان انتقال دادن بسیار من از پیشان مشکور هستم و همشان برای من قابل قدر هستن جنرال صاحب دکترای جرا معمولا یک اصطلاح است میگه قلبشون بسیار سخت است ولی قبل از اینکه ما جواب از شما بگیرم که چرا اینطور است میایم اون جریان عملیاتی که شما انجام دادین با یک جای میبینیم و از شما میخوایم در رابطه با اونا کمی توضیح به ما بتین همکارای عزیز امی تصویر آمده است در رابطه با امی تصویر اگر دکتر جنرال شما توضیح بتین این جریان یک آه. عملیات از امی که قبلا در موردش ما صحبت کردم بای. و چون در وجه شما ببینید که در یک عملیات جرایی ارتوپیدی یا جرایی عمومی با یک نفر به تنهایی یک نفر نمیستانه او یک استاف که خود جراست استان استانت اول است استانت دو دوم است و اسکرپ نرس است و باز وقتا که حجم عملیات زیاد می تعداد اسکرپ و یا تعداد استانت هم زیاد میشه یک عملیات سوی شکل بود که ما او را انجام میدادم یک دخترک بود به نام بی نظیر که نایف هم دیگه این کلپ که امروز نشان میتن هست یا نیست و از ولایت هلمند بود ګو عمو یو شیکلي بیسو پیښ راغله وا با یو نو اميدي مراجعه کړده بود وا ما اوره عملیات میکردم جریانه معاملات خو بسیار خب در رابطه به این مریض اگر صحبت کنین کومده بده مراجعه کړم دې مریض ما یک فرد دی په نوم عبد الرحمد از ولایت هلمنداس از برادرای وجاهد امارت اسلامي افغانستان است ای هم په یو شیکل ولادي که بعدا امی سوی شکل امی پایش معروض به سوختگی هم میشه امی پای یعنی دو پاتولوژی می که هم سوی شکل ولادی بود و هم سوخته بود از ولایت المند کدام کسی برشان ادرس داده بود و به شفخانه چهی سردار مدود خان اینا مراجعه کردن و بعد از اینکه ما ماینات مریض تکمیل کردیم اینا هم بسیار به اگنامیدی آمده بودن که خدا میدانه که به جور یا یعنی و شفایاب شده از خدا عکس های بدی بعد خب. از عملیات چه نشان کال کاملا اونمو سوی شکلی که از بسیار رنگ می و چندین جای مراجعه کرده بود به این مانانی که مثلا شایدی توانایی که از دیگه نداشته بوده باشه ولی توانایی مالیش شاید نداشته بوده باشه دکی. و باز جا زمانت تداوی وجود نمیداشته باشه شاید برش گفته باشن معاملات میکنیم ولی امکان داره که پای تو اصلاح نشه یا مثلا پای تو سیاه شوه قطع شوه به او خاطر باز مریضا باز اعتماد کردن نمیتونه این مریض پیش ما مراجعه کرد ما در دو مرحله ای را عملیات کردیم فضل خدا آل کاملا پایش مانند پای دیگی شده و در جریان را گشتن شما میبینید که پای مریض کوتاه هم است هم سوی شکل دارم کوتا بعد از عملیات هم کوتایش رفع شد و هم امو دیفورمیتی یا سوی شکلی که داشت او بسیار ال... آ... خوب بس خب در رابطه با اینا اگر صحبت کنین ای پسر یتیم است که به نام حیدر نام داشت از ولایت دایکندی بود و نه پدر داره نه مادر با عمره خانم مامایش زندگی میکرد یا با امره مامای خود و شخصی بسیار غریب و بیوزاعت بود ای هم پیش مریض یک سوی شکل بسیار پیشرفته ولادی با یک استلاز در تبابت به نام سندکتلی و پولی دکتلی یعنی هم د دستایش هم د پاهایش انگشت های پایش که دقیق متوجه شوین تقریبا 20 انگشت در یک پایش است 20 انگشت در دیگر پایش است ولی پاها کاملا د پیش سر قرار داشت یعنی مریض از پاهای خود استفاده کرده نمیتونست دستایش انگشت نداشت و تماما امو ضروریات از این طفله امو خانم مامایش و مامایش برآورده میساختن ولی زمانی که ما ایرا عملیات کردیم اول یک پا با باز یک دستش باز دست دیگیش با پای دیگیش یعنی تقریبا تداوی ازی در شفخانه ما یک سال طول کشید یک سال. وقتی یک سال هم نیکی یک سال در شفاخانه بوده باشه مثلا مم. هر عملیاتی که ما انجام دادیم باز یک هفته مرخص شده باز یک مباد به خاطر عملیات دوم ماهی خواستیم جالب گپ دایی مریض هی است که زمانی که این مریض دانست که انگشت پیدا کنه و توانایی پیدا کنه که یک چیز بگیره یا بنوشه آه. یا نشته کنه یا لباس خود بپوشه قبلا خویا کارار انجام داده نمیتونست و چونی از نظر نظری و شنوایی سواد داشت خب خب. از نظر دید و از نظر شنوایی ولی از نظر ازی که باید یه قلم میگرفت نشته میکرد تواناییش توانایی نداشت که چیز بنویسه بلد. برش کاغذ ها که ماندیم موجود بود وقت گفتم بی یک چیز نشته کن این قلم گرفت بای خوب به یادم که قلم سرخ بود خواست که گفتم چی نشته میگنی؟ گفتم نشته میکنم که زنده باد دکتر ولی امزای ما گفتم نه این نشته نکن نشته کن که زنده باد افغانستان همی کفایت نگنه دیگه می برای کل ما گفتم این جمله کفایت می. بازم این نشته کرد برای اولین بار نشته کرد زنده باد افغانستان و چی جای افتخار است واقعا یک کودک توانست با سای پر برکت یک دکتر کشور ما دوباره توانه یزی را پیدا کرد قلم د سپیگر سپیګر او نوشته کنه واخن جو افتخار سره دکتر صاحب تصویر خلاص شدن فکر میکنم عالمیا هم سوال که سوال ما پرسیدم قبلا یک اصطلاح وجود داره میگه دکترای دا جرام معمولا قلبشون مثل سنگ می باشه علتش چی است به این خاطر است که باید کارتون بسیار دقیق پیش ببرین که تا مریض شفا یاب شود چی ای... جناب ارفان سیب تو مغالطه صورت نگیره که تنها در زمانی که ما با یک مریض روبرو میشیم و در جریان عملیات باید دکتر او دلسوزی خود داشته باشه ولی قلب بسیار قوی داشته باشه خو خو. که از عملیات نترسه کام دلهوره نداشته باشه متردد نباشه دیگه در حالی که ما در زندگی شخصی خود با فامیل خود با دوستای خود با امکارای خود بسیار یک اک... میربانی یک روابط بسیار سیمانه داریم من منظور یعنی قلب مخصوصا وقت جرایی بود. سخت ما قلب سنگ سخت ما تنها در جریان عملیات است و راستی هم اگر در جریان عملیات دست جرا میلرزه و او دیگه یک اختلاطی شاید بار بیه که باز پس دوباره جبران نشه یک مشکل دیگه بله 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 و ایده معمول است که باید در وقت عملیات شما قلب نرم و دلسوز دور بانید بله بله بسیار خوب جنرال سب شما فعلا در کدام بس بخش سیهی اردوی افغانستان کار میکنید؟ من در دو پست فعلا ایفای وظیفه میکنم پست اولم پست اداری است uh -huh. که معاون صحیح اردوی افغانستان هستم و پست دومیم پست مسلکی است که یک دکتر جراحی ارتوپید است بسیار خوب و همش جای افتخار است با ما که نظامی پیشین و فیلی افغانستان از طرف افغانستان و با مردم خود خدمت میکنند دوستو وقفه داریم؟ خب ادامه بتیم جنرل سب رسی پختنه پختن به دعوه کابل کې ورسله تعاون څه تغیرات راغلي دي امنیت کې څومره خواله راغلې ده د کابل باندې څومره تغیرات سويدات ورسله دي چې په دګست په میاشت کې د تو سر څومره تعاون راغیو د ਸੰبطن پیدا کړ ډیر ښا جناب عرفان صاحب زه مخکې دې فاته په څه مزه ده د دفاع وزارت سی هي مورینو او د افغانستان ټول راپو راپور زهیره پورونه په سر لیستاته زهیره پورونه ماتره کول کدل ډېر او بدبختانه وایم چې په سر لیستاتو کې په ټول افغانستان کې تقریبا په حدود 1500 زونان او زومګو تاسو همتنان له منځته لړ او په همدې او په همدې کچا زموږ او تاسو ز tapian او مزدومین هم د سيزیاټو فضل د خدای د چې اوس دغه عمر یا دغه فیصدي تقریبا 0 ته راغټه شويده او <laughs> دا د شکر چايده درنه من نه جنرال سيب لند د مبوخه لبرته برا وګرزو خپل کسو ته بده امه درنه لیدونکو مشکل دي چې د موخه لم باید یادونه وکم چې تاسو د بندر خبرونه کولای شئ د اريانا ټریزون په یوټیوب چینل هم وکوري اوس هم لند د مل روبرت راګرزو جنرال سيب سر دی بیننده های عزیز تلویزیون آریانا به ادامه برنامه بردار خوش آمدید و باز هم در کنار ما جنرال صاحب نشستن و امرشان صحبت های خواهیم داشت سوالات خواهیم داشت در رابطه با خودشان در رابطه با فعالیتشان جنرال صاحب بیایم از بسیار چیزا صحبت کردیم در بخش های قبلی برنامه از این صحبت نکردیم مطمئن نیز کردین چند فرزند دارین چند پسر دختر و مصروف چی کارا هستن تحصیل میکنن ایا کاروبار درن بله ما ازدواج کردیم شکر خدا دو پسر او دو دختر درم ماشاءالله و پسر کلهم عبد الورز جان که اتوس فاکولتي تیبي استوماتولوجي فارغ شده و پسر دیگه محمد سیر که او مطاللم مکتبه بسر و دو دخترکایم است یکی دنیا جان و استاد جان خب بسیار خوب پسر فرزند نخست خانه قدم به قدم های شما گذاشتن تب انتخاب کردن اونا تب انتخاب کردن بله بخش متفاوتش بخش متفاوت خب بسیار خوب و قرار است دیگه فرزند هم رای پدر ادامه بتن یا خیر گذاشتنشون که خودشان انتخاب کنن ما گرچه خودشان به خواهش خودشان با بخاطر که چیزی است که شخص باید خودش انتخاب کنه نباید فامیل سر از او تحمیل کنه بخاطر که مسلک که چیزی که تا آخر زندگی امرای شخص میمونه و مسلکش است اگر این مطابق خواستش و ذوقش و علاقیش نباشه یکی خسته میشه و دیگه در اون مسلک رشد نمیکرد نمیتونه کرده دیگه به او خاطر فضل خدا نیفهم ای که اینا البته امو باز کارهای پدر خود دیدن یا باز عملیات های مرا دیدن علاقه شدن ما ساده لځکرم شن ازر کوم شن پر سوال میکرم مېګان مطلب <laughs> میخريم <مخنن. laughs> ودوم افهمم امي بر سر کلاونم کې طبي دنداني او سمتولويج انتخاب کړم خاص په خاطر زې کې ما چون دري مسلک داخله بدم وا اختلاطات او مشکلات او جنجالاي مسلک خوکه مې وینم به حد زیات مشکلات داشت يعني به حد يعني عملیاتاي بسیار بزرگ است کورای پر بسیار جنجاليست تا زمونه ککشفخانه به بسیار یک امکانات بسیار بزرگ کله نه باشه نميتونه ک یک عملیات بزرگ انجام ودي دغه بخوتره زي ک صبر او همي اولاد ما نشه که بگه ولی ما را پدر داده یک مسئله که پر جنجال انداخت که ما شو روز خدا نیفهم دیگه من نخواستم کمی مشکلات ما دیدیم اولادم ببینه شما از فرزندایتان یادواری کردین که مسئله تبابت تبابات انتخاب این معمول است در افغانستان که مادرها و پدرها بیشتر دوست دارن که اولادشان یا تبابت بخونن یا انجینری ما یک خاطره خود یادواری میشم که زمانی که به کانکور امتحان میدادم مادر مرا گفت که بچیم یک رشته رو تب انتخاب کن ما مادر ما گفتم گفت مادر جان من ما که پرت بزن چی میگی گفتم باور کن اگه ما دکتر شو مریض از پیش ما میمره اون دلیلش پیش ما بود که من نمیتونستم واقعا خب اه خدای ون متوال قوت به تاسو نه کبه تانانه زمنده اوسه مرشتي راک دو سارن په خانن او مسر خدمت به مردمو افغانستان شان متونه تلویزیون مبینین بله اوه وا چی برنامه یی دو سارن کی بی ببینین وا ما به تماما تلویزیونای خود او برنامهای کی اسه احترام دارم با دوست چان درم وا علاقه من شناسم با ایریبای خاطر نه میم کی مروز در استودیو تلویزیون اریانا نشه سم صحبت میکنم به خاطر ازی که شما یا همکارای شما خوش باشن یا خوشمان ولی ما علاقهمند تلویزیون آریانا هستم به خصوص لطفاً لطف به خصوص علمی و خبر که بسیار دقیق و چیز سلامت با وقت و زمان است و یک چیز میگم که اکثرا با مادرم که اگر باشم که یعنی مثلا وقت تر بیم بخونه اگر در هر چینل تلویزیونی که باشیم همی یا مصروف کدام پروگرام دیدن پروگرام باشیم باز من میگه بچه من می تلویزیون آریانا رو بگید ساعت هشت بجه خبرهایش بسیار مهم است باز من اتما این ناغگی نداره و ما به هر کدامشان احترام دارم به خصوص با تلویزیون محترم آریانا شما خودتون افتخار جامعه افغانستان هستین از فعالیت های دوران جمهوریت 20 سال گذشته. چقدر راضی بودین که شما انجام میدادین منایس یک دکتر و من یک نظامی در اون نظام من میخوایم که همین سوالتان با یک جمله خدا کنه که باز وقتا جورنالیست های محترم ام شخص های مخاطب زود ایلا نمیدن ولی من بخواهیم با یک جمله همین سوال شما را و معلومات که شما بخواهیم جنرال صحبت هایتان میکنم بسیار رفع میخواهیم فراموش نکنم میخوایم همي سوال مقايسوي کوم بلکې در حکومت فيلي اس فعالیتتون زیات تر اوسه په بده نه يا در حکومت كونوني مننه ما در هر حالت انجام وظيفه خپله رو مقدم او مهم ميدانيم يعني برا ما وظيفه ما مهمه او مقدم تره اس او مقدس اس نسبات بهي کې ما سره دغه مسایل فکر کوو او فکر کوم کې امي job کفايت خو ځکه یعنی جواب سنگ مانده بود <applause> تمام سلامت باشین خب ما در این بخش از برنامه به میمونای خود بعضی از تصویر شخصیت ها رو نشان میتیم و حالا نمیدانم شما هم دوست دارین به نشان بتیم فقط میخوایم در رابطه با شخصیت ها نظر شما را داشته باشیم اگر لطف کنین تصاویر برای من نشان باش حتما من پس خیلی تصاویر نشان میتونم باز من در مجموع اگر اجازه تان باشه باز یک صحبت دارم باش در دا این تصویر اول هم از باش که دو تصویر با هم یک جای شدن خب آنو جدا شد از هم امرالا سالی بله در معاونت اول رئیس جمهورت حکومت قبلی خب امتو مجموعه کل خب باشه خب، که به افغانستان استقلال بخشید امان الله خان خب پس ما متصل نشان میتونم و شما نظر کلی تانم و نخستین رئیس جمهور افغانستان شهید سردار محمد داود خان مرز. البته تصویر خارج از شخصت های افغانستان هم داریم که رئیس جمهور پیشین امریکا دونالد ترامپ و رئیس جمهور اول 20 سال گذشته جناب حامد کرزی و تصویر بعدی و آخری از جناب چهره سیاسی ما و همچنان دخیل در حکومت 20 سال گذشته جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله خب جنرال صاحب نظر کلیتون تو میخواییم داشته باشیم جناب ارفان صاحب بهتر خود باشه که در مورد این شخصیت هایی که شما بر منشان دادین و بینده محترم تلویزیون اورینا اینا را مشاهده کردن اینا شخصیت هستند که تماما برنامه های از اینا کارکرد های از اینا و عملکرد های از اینا بر مردم افغانستان و بر تاریخ افغانستان ثبت است و معلوم علنی است مانند آفتاب و مانند آینه که کسی چی کرد و کسی نکرد بهتر به نظر بهتر ای است که در مورد این شخصیت ها شخصیت های محترم مردم رنجیده افغانستان باید قضاوت کنند و تاریخ افغانستان در مورد از یا قضاوت کنن و حقایق نشته کنند یک چه قضاوت میکنن بستگی بود نظر بود این بخش سوالات ما جنرال صاحب سه جواب است می میخوایم نخست این سوالایی رو بپرسم که سه دلیل که برنامه امشب برای شما جالب تمام شده چی بوده؟ اول خو دعوت شما از ما و پیش آمد عالی شما و پیش آمد عالی رهبری محترم تلویزیون آریانا راستی برای ما بسیار جالب بود سلامت باشه و دوم بها گذاشتن به جایگاه سخن و سوم معرفت بنده از طریق برنامه وزین شما با تمام هموطنان ما در گوشه و کنار افغانستان و خارج از افغانستان ای برای ما بسیار جالب و خوشایند بود سلامت باشه و من لذت بردم سه جمله را که همیشه با لبخند به مردمت گفته باشی نظر به مقتضای حال هر گپی که ایجاب میکرد من میگم مثلا آدم گفته نمیتونه مثلا که همیشه ما خنده میکنم یا همیش ما قار میشم یا گریه میکنم ولی نظر به محالت، نظر به موازیت، نظر به مقتضای حال هر گپی که ایجاب کنم ما با لبخند بسیار خوب سه چیز که باعث میشه از سال در یک کشور تامین شود کوتا کوتا اگر شود بچشم سه چیزی که بسیار مهم است در یک جامعه به خاطر آوردن سال اولین هیچ کس عدالت است دوم امنیت است سیوم اقتصاد است و چهارم هم یک چیز دیگر هم اضافه کردم که علم, علم و بسیار علم دانش و تحصیل سه شخصی که در زندگی تاثیر گذار بوده اولش خو پدر و مادرم است و فامیلم و ا دوم استادان و معلمین دانشمندم است واسه ممرفقای جوان مردم است بسیار خوب و درې بخش اخرین سوالی کې سه دلیل لې انکه همساله در افغانستان جنگ بود چې څه بود سه دلیل برعکس اونم غپای کې پشتر د موضوع صلح گفتم به عدالتي و نابرابري ادم تفاهمي واقعي و مداخله بیگانهګان بسیار زی چیزیش که باعثه از این شده که در طول 45 سال در وطن عزیز ما جنگ وجود داره بدبختی وجود داره و برادر کشی جریان داره سلامت باشین جنرال صاحب یک وقفه کوتاه می دوباره برمیگردیم تشکر بیننده عزیز قبل از اینکه وقفه بگیرم باز هم یادآور میشم که شما میتونین برنامه بندار از طریق کانال یوتیوب آریانا هم بیننده باشین حالا هم کوتاه می دوباره برمیگردیم با جنرال صاحب هستیم شیرینه داریم د ارینات تلویزیون قدرمن لیدونکو د بندر خپرونې دوام تک راغلاست بای ته اوس لیدونکو بسمشتاس کولای شي د 2023 کال د IPL uh, جام لوبې د ارینات تلویزیون او د ارینات نیوز تلویزیون لو ویب سټ صفه جوړ دی بنو غوري او خزر ايده چې په نګد راتونکو کې به د لوبوه جوړ دی بهر د ارینات تلویزیون له صفه هم وخت تلای شي خبرمان دوام لري او مسره جنرال صاحب څنګه نه سي د نور پختنی هم جنرال صاحب اگر بیایم در این بخش برنامه در رابطه با وضعیت فعلی شفاخانی شاید سردار محمد داوود خان صحبت کنیم چی تغییرات اومده چقدر خدمات بالا رفته به با مردم و مریض ها و بسیار خوب سوال بسیار خوب است به اثر توجه رهبری محترم امارت اسلامی افغانستان و رهبری محترم وزارت دفاع ملی شخص جناب وزیر سب دفاع بسیار. و لوی درسی به قوی مسلح و بالخصوص سعی و تلاش پیگیرانه و صادقانه دکتر سیب تایر احرار قماندان صحیح تغییرات بسیار مثبت و بنیادی در یه آخر در شفخانی شهی سردار محمد داود خان رونما شده بسیار از این جمله گفته میتونیم که ترمیم اساسی تماما بخشایش افخانه و همچنان تغییرات مثبت ساختمانی به خاطر ارزی بهتر خدمات به خاطر برای مراجعین و مریضا بساره. تجهیز نمودن شفاخانه با تمام ماشینالات بسیار پیشرفته عصر حاضر همچنان عقد قراردادهای با کیفیت دوایی که تقریبا با شش کشور بسیار مشهور مثل روسیه، ترکیه، چین، ایران، هندوستان و پاکستان که نظر به فرمولی دوایی که ما داریم که 365 قلم عدوی است فضل خدا او دواها اضافه تر از ست تن در دیپوهای استراتیجی که ما جا شدن و فیلن در دسترس مریضای ما قرار دارن و قابل یادواری است که در طول ده سال این دیپوهای استراتیجی که بخش صحیح اکمال نشده بود یعنی بله بله برای اولین بار است که به این مقدار تجهیزات و ملزمه و دوا یک و دوای با کیفیت اکمال میشه و در بدسس مریضا قرار میگیره و همچنان جذب کدرای برجسته و حفظ کدرای برجسته و تدویر کنفرانس های علمی و بین المللی که ما چند پیش شما شاید شاید باشین که ی اک کانفرنس وایمل الی کې په ابتکار د ډاکټر سیب اسماعیل وردک دا وجه تدبیر کې شو کې داو تقریبا د کشور از پروفیسورایش با ما انلاین در کانفرنس اشتراک درسته او براولین بار وزیر سب د فوی ملی مولوی سیب یعقوب هم درې کانفرنس ما در مقابل کمره ها براولین بار در مقابل کمره ها حضور پیدا کړل که تصاویرشان در تمام شبکه اجتماعی در و کنار شما کشته بودن؟ برای اولین بار تصاویرشان پخش شد که این بخشی از کارهای شفخانه که بسارف. صورت گرفت و آل فعلا شفاخانه کاملا یک چهره جدید به خود گرفته و هنوز تلاش تلاش برزی جریان داره که دکان به طرف استندر شدن بریم و نگفتن همانه که شفخانه شهید سردار محمد داود خان از بعد به تاسیس خود کادرای بسیار برجسته ای را به جامعه تقدیم کردن که هر کدامشان قابل قدر و دمی شرایط دشوار و مشکلی که در وطن ما شما در شرایط مختلف در رژیم‌های مختلف به وجود آمده شفاخانه ما بدون هیچ نوع سکتگی و بدون هیچ نوع وقفه تماما پرسنلشان به طور 24 ساعته ارزی خدمات, خدمات سی کردن بسیار. که ما از فرد فردشان سپاسگزار هستم خداوند اجر نصیبشان کنه سلامت باشین جان رسپ میخیم در رابطه به یک موضوعی میخوام نظر شما رو داشته باشم که واقعا در جامعه اسلامی یک اصل است و همیشه هست نه تنها در افغانستان بلکه در تمام دنیا روی بسیار بحث میشه میخوام در رابطه به حجاب نظر شما رو داشته باشم که هم مرد تاکید شده در اسلام و هم زن که حجاب برای اطاعت کنند نظر شما در رابطه با حجاب چی است جناب ارفان صاحب حدود حجاب در چوکات اسلام مشخص است دقیقا زیاد بودن یا کم بودن یا افراد یا تفرید در این مورد عیب است این خودش نشان و دیگه ما یک مسئله میخوایم که روشنی پردم اکثرا از حجاب که گپ میزنیم زیادتر سر همشیره های ما نقطه انتقاد یا توجه یا فوکس است در حالی که حجاب برای مردم ضرور است باز وقتا در باز جاها برابر میشیم که به شایستی یک مرد نیست که او رقم لباس بپوشه و یا ایست که زنجیر کار رو در گردن خود پرته یا دستای خود دستبند پرته یا تابه که باز جوان ها در وجود خود نصب می کنند دیگه به خاطر حجاب برای زن و مرد فرض است و از خود حدود داره و مشخص شده سلامت باشین سوال بعدی ما این است دلیلی که تا هنوز یونفرم نظامی بر تنتان است چیست؟ چقدر خودت هنوز هم راحت احساس میکنین و افتخار میکنین که یونفرم نظامی بر تنتان است؟ سوال بسیار خوب کردین جناب ارفان صاحب یک دلیل اولش ایست که من نظر به تعهد و وعده که به مردم شریف افغانستان و به خاک خود و به وظیفه خود داشتیم این دوریشی ما از جان خود نکشیدیم و دوم شوق قلاقی که از مبتدا داشتم به این مسلک ای دوم و سیوم هم ما همیش در محیط کاری خود با یونفرم نظامی خود بودیم و یعنی یونفرم نظامی رو بتن داشتیم در محیط کار دیگه یک نقطه جالب هم میخواییم اگر وقت باشه کوتاه برتان عرض کنم اول خود ما دمی زمان که تحول آمد زمان بعد از جمهوریت دید امارات محترم اسلامی از اون روز تا به حال یک لحظه ایدوشی از جان دور نیست و ما به ایدوشی خود افتخار میکنم بسخن. و این لباس عادی نیست این هویت ما و دومی که یک در یک مجلس ششتا بودم یک مجاهد از این برادرهای امارت اسلامی افغانستان چون من البته می طول یک سال دو سال هم بتا که با با می دوریشی هستم په بلخه را کما وسله شډامت نې زیکم گفت جنرال سبيو پښتنه وک اجازه ده ما گفتم ولی نه مهرباني ورو ورو وای وای چې دا ګورته چیزه د درشی باسي کنه باسي او که من <تصفح> سوال سوال ما به یې گفتم مهورو ولی نه واسه تعجب خبرې کوي نو ګورته چیزم دا باسم بل کاري مې کارلارم مګر په خپل وظیفه کې په خپل دند نو زامیش د درشی غو نه په مسله ست دا یي سوال زیا په څیر چالو بود اوک دیگه به خاطر ما با وضعیت که فعلا دارم بسیار راحت هستم و خوش هستم گرچه در یک کمک مشکلات بود برای من ولی عالی هم برای تماما همکارایم دوستایم هموطنانم برادرای مجاهدم برای اینا ثابت شده که من چی رقم یک شخص هستم و چی مموریت دارم چی میکنم بسیار واقعا لباس نظامی و لباس إله بوسایک افتخار خاص خوده دارم بخیر باشید راځم چې دا پوښتنم جنرال سائک میره ولس ورسله تحول نه ډیرې کسان لا افغانستانه لاړل وطن پری خوده څو سولت چې تاسو پری نه خدا وطن دلیل څو ممکنه فرصت به هم وکولای بموصل چې دا وطن پریږدي داخلك پریږدي خپل خدمات نه چې تاسو په شفخانه کې د شهید سردار محمد او خان تر سره کوي محروم کړی ولی تاسو پرې نه خو دا وطن جناب عرفان صاحب دا به زوایم چې په ریښتیا دا وطن په مباندیر ګراند او په دې شرایط کې چې زما حضور او زما مسلک او زما موجود دلته ډیر ضرورت ده زموږ خپل و 탄 تا او خلکو ته او زمون مرزان د لپاره نو د اړې په خاطر ما خپل اون هغه وخت چې کوم خاطر لرس او دا چې د خلک للی دی پاتې دا یاداله او وي خپل دوی خپل کار ده بل او خپل تاسو انده شاید باز کوم مجبوریتونه او د لو د لچه دوی لره ما غیر زتر سوچ ز خبر هم او معلومات لرم اکثریت زوم او تاسو د نظامیان او د سیاسیون چې نور خلک اکثریت پښیمان به عنوان آخرین پرسش کوتا میخوایم جوابتانو داشته باشم چون همکارها اشاره میکنن میگه فرصت برنامه کم است بیرق سیرنگ قبلی یا بیرق سیرنگ مقاومت یا بیرق کنونی امارت اسلامی کدامش بسیار یک سوال خوب کردین الفونسیب باید بیم که بایرق یا درفش بلد. یادگار و خاطرات از بزرگان بایزت ماست و درفش یا بایرق سمبول از جهاد، از آزادی، از, 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 از فداکاری، از اتحاد و از اتفاق ملتای ماست بایرق سفید نمانگر جهاد و استقلال افغانستان از اشغال بیگانگان است و بیرق سیرنگ ایجا باید مغالطه صورت نگیره بیرق سیرنگ به جمهوریت ارتباط نمیگیره اکثرا دوستای ما به جمهوریت اطلاق میتن در حالی که بیرق سیرنگ ما و شما از زمان استرداد استقلال افغانستان از استعمار انگلیس است یعنی از او زمان برای ما و شما این میراث مانده بسیار. که برای ما تماما های ملی ما و شما قابل است. سلامت باشین بسیار کوتا در آخر پیامتان رو میخواییم داشته باشیم با مردم پیام ما جناب ایرفان صاحب اینمیست که گرچه کمی وقت از پیشتان میخواییم ولی کوتا میگم اضافه تر از 45 سال جنگ در کشور عزیز ما افغانستان دوام داشته و بخش عظیم از جمعیت ما از مردم ما شهید و معلول و زخمی و متواری و مهاجر شدن امیدوار هستم که عدالت فراگیر امارت اسلامی افغانستان نقطه پایان باشه بر تمام این بندبختی ها و نابرابری ها و برادرکشی ها بازم اون جمله بیشتر ما تکرار میکنم که ای وطنه این وطن افغان جور میکنه بیاین که بعد از به با کاشتن ماین گل بکاریم بیاین که بعد از این با ایواز کاشتن ماین گندم بکاریم این ما شما اگر کنیم اختلافات و تماما تعصبات ملیتی و زبانی و قومی و نجادی را یک طرف بگذاریم و دست به دست هم بتیم مثل یک برادر زندگی کنیم ای بسیار به نظر من خوبتر خود بسیار زیاد تشکر محترم بری جنرال پروفسور دکتر عبدالوالی احمد زی معاون صحی اردوی افغانستان ممنون که دعوت ما را پذیرفتون و برنامه ما رنگیم ساختین تشکر از جناب شما هم که بر ما وقت دادین به این پروگرام بسیار زیبایتان و پروگرام وزینتان اسمه دعوت کردین جهان سپاس بخیر بشم من فقط تشکر درنو لیدونکو تاسو <applause> کولای شئ د بندر خپرونه د اریانا ټیویژن په یوټیوب چینل کې هم وینو درбяه دی الله پامان